ملت ایران قاطعانه در این رژیم یک رژیم خونخواری است و از کشتن آدم‌ها هیچ ابایی نداره. تمام تلاش ملت ایران هست که بتونه این رو به صورت مسالمت آمیز جمهوری اسلامی رو بکشونه به این سمت، و علارغم معروفیت این که جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خواهد بایستاد، من به شما میگم روحانیون همچین پتانسیلی رو ندارن و با یک فشار قوی همه جانبه حکومت رو واگذار خواهند کرد. زمانش بستگی به این که چقدر بخواد مقاومت بکنه داره. با توجه به این که در شرایط جنگ بزرگ کشورمون، من یه دونه دیگه نمونه به شما بگم که دیروز از ایران از بچه های امنیتی به من اطلاع دادن. یکی از کارهای خطرناک که امروز دارن میکنن با توجه به جو جهانی بر علیه تروریست، قرار هست که چند تا از آدمای مسئول در کشور، اهم از روحانی و غیر روحانی رو که در میان مردم وجهی دارن، اینا رو ترور بکنن و بندازن گردن دانشجوها و این رو به سمت تروریست بکشن، در صورتی که همه دنیا عرض کردن میدونن جوانان ما در فشار هستن و از این کارهای خطرناک میخوان بکنن تا این مسیر این دانشجویان و مردم رو که امروز کم کم داره به جهانیان ثابت میکنه که یک حرکت اصیل مردمی رو منحرف بکنن. من معتقد هستم که دولت آمریکا و همه کسانی که امروز به نمایندگی از جامعه بین الملل دنبال این قضیه هستن، همونطوری که در عراق دنبالش بودن، منطقه رو در سیاست کلی باید در نظر داشته باشن که این سلاح‌ها که متاسفانه در خاورمیانه حداقل 3 تا کشور دیگه غیر از ایران دارای این سلاح هستن، تلاششون رو باید بکنن که این سلاح‌ها رو از کل منطقه پاک بکنن. بنده یک توضیح دیگری هم عرض کنم خدمتون. آنچه که امروز داره در ایران اتفاق میفته، قیام ملت ایران برای به دست گرفتن قدرت توسط خودشه. ملت ایران و اپوزیسیون ایران نمیخواهد یک حکومتی رو برداره و یک حکومت دیگری رو فقط جاش بگذاره. میخواد برای نخستین بار خودش صاحب قدرت باشه و خودش اختیار و سرنوشت خودش رو در دست بگیره.